سلام بچه ها، چطورید؟ خیلی خوش اومدید به ویدیوی دیگه. بچه ها تو این ویدیو قرار که با هم دیگه بریم جوایز و تغییرات سیزن جدید پابجی موبایل با هم دیگه ببینیم که یکی از مهمترین تغییراتش اومدن مد هالووین به بازی پابجی و همچنین دوتا کاراکتر جدید به اسم سوفیا و رایلی قرار که وارد بازی بشن و بدون معطلی با هم دیگه بریم سراغ آپدیت های ماه 15 و 16 پابجی موبایل. اوکی بچه ها، اول از همه که با هم دیگه بریم سراغ سه تا لابی جدید که قراره سیزن بعدی وارد بازی بشن. خب اولین لابی که از تمش معلومه مربوط میشه به مود هالووین و لابیش هم خیلی استثنایی ساختن و نورپردازیش هم که جدی جالبه و اولین لابی مربوط میشه به مود هالووین. خب لابی دوم که مود تاریکی داره و بک‌گراندش هم که هواپیماست و لابی سوم هم که مربوط میشه به مود جزیره‌ای نوسا که این قسمت هم اینا کنید قرار که مود جزیره‌ای نوسا وارد بازی بشه که داخل ادامه ویدیو هم توضیحات بیشتری راجعش رو بهتون میدم و اینم بود از سه تا لابی‌های مربوط به سیزن بعدی و حالا بریم سراغ جوایز کاپ‌های ماه 15. خب اول از همه که بهتون بگم از سیزن بعدی به بعد کاپ سیلور هم بهتون یه اسکینی میده و اولین اسکین هم مربوط میشه به اسکین عینک کاپ سیلور و کاپ گلد هم که بهتون یه اسکین لباس میده، یه ست سرتاپا میشکی و کاپ پلاتینیوم هم که بهتون یه اسکین چتر میده و قبلا هم اگه دقت کرده باشین کاپ ایس بهتون چتر رو میداد ولی خب تغییر دادن و از این به بعد کاپ پلاتینیوم بهتون اسکین چتر رو میده و کاپ دایموند هم که بهتون یه اسکین گان اسکیس میده، اسکیس بنفش رنگ و اینگارینگ واقعا بچه گرفته فقط رنگ مالی کرده، طراحی خاصی نداره، طراحیش ساده است، فقط یه رنگ پاچیدن روش. و جلوتر هم که کاپ ایس بهتون یه اسکین ماسک میده و کاپ ایس مستر هم که بهتون یه اسکین کلا یا کلا گیس میده و در آخر هم که رسیدیم به عکس پروفایل کاپ استومیناتور و قاب کاپ کانکوئر و اینم بود از تمام جوایز کاپای سیزن بعدی مربوط به ماه 15 و حالا بریم سراغ کاراکترهای جدید پابجی. اوکی بچه ها، رسیدیم به بخش کاراکترهای جدید سیزن بعدی. اول از همه سوفیا و کاراکتر دومی هم کاراکتر رایلی. سوفیا خب طبق معمول از اسمش معلوم زنه و رایلی هم که کاراکتر مرده و قرار شده که این دوتا کاراکتر رو تو دو سیزن مختلف وارد بازی کنن و اینطوری نیست که دوتاشون تو یه زمان وارد بازی بشن و کاراکتر سوفیا ماه 15 و 16 یعنی سیزن بعدی و کاراکتر رایلی هم که ماه 17 و 18 یعنی دو سیزن بعدی میاد و این قسمت هم که مربوط میشه به بخش لول اپ کردن کاراکتر رایلی از لول 1 تا لول 10 که مهمترینش هم ویس کارت، دنسا و MVP دنسه که فعلا فکر نکنم نشون داده بشه چون حالا اینقدر زود دیگه دنسای یه کاراکتر رو فاش نمی کنن. و لول 9 هم بهتون یه ویس کارت میده که اگه میخواید ویسش رو بشنوید یه چند تا ویس ازش لو رفته که با هم دیگه میریم گوش میکنیم. I'm going in. I'll cover you. There's an ambush. Play it safe. Form up. Help. Spread out. Charge. Yo, cover me. Enemy. There is an ambush. Play it safe. ویس کارت های لیون لو رفت و اینم بود از بخش ویس کارت های کاراکتر رایلی. با هم دیگه بریم دنسا رو ببینیم. البته خب دنسا رو نشون نمیده ولی خب عکساش معلومه که چند تا دنس داره. خب کاراکتر رایلی کلن 4 تا دنس داره که 3 تاش مربوط میشه به دنس لژند خود کاراکتر و آخری هم که مربوط میشه به MVP دنس و کلن همه دنس ها رو هم میتونید با کارتای کاراکتر بگیرید. کارتای مشکی هستش، روی صفحه براتون میذارم. خب بخش لول اپ کاراکتر سوفیا دقیقا مثل کاراکتر رایلی بود، کلن چیز خاصی نداره، یکی ویس کارت، یکی دنسا و همچنین کاراکتر ووچر و MVP دنس مهمتریناش که خب فعلا بازم میگم فاش نشده ولی خب ویس کارتاشون لو رفته. ویس کارتا رو بریم گوش کنیم که سوفیا چه صدایی داره. I'm going in. I'll cover you. There's an ambush. Play it safe. Form up. Help. Spread out. و این قسمت هم که دنسای سوفیا رو ببینیم. اولین دنس، دنس دومی لژند، دنس سومی و چهارمی هم که مربوط میشه به MVP دنس و کلن رایلی و سوفیا هر کدومشون 3 تا دنس داره و به قیمت 600 یوسی احتمال خیلی زیاد میتونید که کاراکتر رو بخرید و اینم بود از بخش کاراکتر رو. با هم دیگه بریم سراغ مودهای جدید ماه 15.
اوکی بچه ها، اولین تغییر مربوط میشه به مپ نوسا که قراره سیزن بعدی وارد بازی بشه و این مپ کلن یک در یک سایزش، یعنی خیلی کوچیکه و فکر کنم 30 چند تا پلیر میتونن که بازی کنن و بیشتر به درد سرگرمی میخوره تا اینکه بخواید رنک آف کنید یا کیدیتونو ببرید بالا، چون مپیه که کلن 30 چند تا پلیر میتونن بازی کنن و خیلی هم بازی سریع تموم میشه و از داخل گیم پلی هم که یه همچین جزیره ایه از لحاظ جزئیات و قشنگی که واقعا مپ خیلی خفنیه، ولی خب چون پلیر کمی داخلش بازی میکنه محبوبیت آنچنان زیادی نداره دیگه، همون ارنگل رو بازی میکنن بچه‌ها، ولی خب اگه امتحانش کنید چیز جالبیه به نظرم. و اینم بود از مپ نوسا که قراره سیزن بعدی وارد بازی بشه. حالا بریم سراغ مد هالووین. خب بچه‌ها، همونطور که اولی ویدیو بهتون گفتم قرار که مد هالووین سیزن بعدی وارد بازی بشه و خود هالووین کلاً 31 اکتبر یعنی حدوداً 2 ماه و 10-11 روز دیگه قرار که بیاد و پابجی هم به خاطر همین مد هالووین رو قرار که سیزن بعدی وارد بازی کنه و کلاً هم مد هالووین دیگه هم هالووین در واقعیتش خیلی جذابه، ایونت جالبیه و همین که داخل پابجی بیاد هم مد خیلی سرگرم کننده میاره و همین که ایونت های وسایل های رایگان و اسکین های رایگان میاره و همچنین جدا از اینکه خود مد میاد اسکین های قدیمی هالووین هم برمیگرده و اولیش هم که اکیم هلفایر. خب فکر کردید شوخی میکنم ها، ولی خب این واقعیه بچه ها. کریت هلفایر قرار که به اضافه 8 اسکین متیک وارد بازی بشه و داخل باکس لاکی کریت هم میاد. مهمترین آیتم لاکی کریت هالووین دقیقا یکی اکیم هلفایر، یکی این لباس متیکه و همچنین ماسک متیک که یکی از خفن‌ترین ماسکای پابجیه و همچنین لباس سفید متیک، اینم خیلی خفنه و لاکی کریت جذابی خواهد بود. البته خب یه لاکی کریت دیگه هم آورده بود پابجی، ومپایر و اینفرنو و مومیای سفید که خب در حال حاضر داخل پابجی هنوز هست، میتونید که برید کریت پین کنید و ومپایر هم که برای خود هالووین بود و در حال حاضر معلومه که پابجی برنامه چیده که همه اسکینا رو داخل هالووین بیاره و در ماه‌های آینده ویدیوهای خیلی زیادی از این که بچه‌ها با جوای تکی اکیم هلفایر رو گرفته خیلی میاد و باعث سوزش یه سری افراد میشه. اکیم هلفایر هم که مکسه اگه نمیدونید، هم کیل مسیج و هم لوت کریت داره خودش بدون اینکه بخواید آپگرید کنید. خب بچه‌ها اینم بود از ویدیو امروز. با همدیگه رفتیم جوایز کاپا و همچنین تمام تغییرات سیزن جدید پابجی رو با همدیگه دیدیم و همچنین دوتا کاراکتر به اسم سوفیا و رایلی بودن که به نظرم رایلی بهتره چون پسره. خلاصه اینکه اگه ویدیو رو دوست داشتین حتما لایک کنید، سابسکرایب کردن چنل رو هم فراموش نکنید. خیلی خیلی دوستتون دارم و تا ویدیوی بعدی فعلا بدرود.